خوب بلند شد از خواب و تو این خودش دید که شده بود این یه جنازه که خیلی وقت مرده بود اون زندگی نکرد فقط زنده بود تلویزیون روشن کرده بود خیابون پر از مردم بعید که این همه زن و مرد و پیر و جوان ریختن بیرون وقتش رسیده شنیده بود حق گرفتن این حق میمونه ناحقه که رفتن مادرش نهیش کرد و گفتن این همه که مردن یا تو بندن چی شد میاد به پرس حالشونو کی جواب میده و میدونه دردشونو به خدا تکن نمیخوره آب از آه حق چی فقط اسمشون نده تو کتاب اما ندا ندای از تو خیابونا میشنید که میگفت ندا بیا امروز روز توی توی خیابون میخوان عروسی بگیرن برات ندا مسیح مرگو بذاری با که امیر آباد خون میخواد منتظر داماد گلو وست میشینه توی کنت اجلا ما دست واسه بار کرد خدا ببین حرمت تو شکستن مریم باکره تو به گلوله بستن ببین نفتاد گیره یه مشترنده ببین قیمت آدم اینجا چنده خدا ببین حرمت تو شکستن مریم باکره تو به گلوله بستن ببین نفتاد گیره یه مشترنده ببین قیمت آدم اینجا چنده تو نگاه چی میخواستی به این ندا من خفه خون نمیگیرم این صدا جاریه توی کوچه پس کوچه های شهر از خون تو خرمز سنگاش خواب چشات رو هم بزانه دا دیگه ترسی نداری که چی میشه فردا خواب که اگه من و ما بیداریم اسم تو تکثیر میشه تو خیابونا از خونش برداریم بند میاد این خون هزار ساله که جاریه این خون ندا نیست خون وطن وطن غریب وطنی که بی کفنه وطنی که از دشمن و فهاری داد آدمایی که حتی با خودشون بدن که انتظاره که کسی مثل ندارو نکشنشو به گلوله نبند من ولی اما اگر شاید دیگه نمیگم فقط یه چیز باگرد من حقمو میخوام و ستا مثل ندار تو خیابونن همه یک صدا نکشید ما رو حق گرفتنی حق میمونه ناحق که رفتنی با وقتی که کسی حقمو رو نداده هر روز هر شب همین بسا بله ویدیو کلیپی که پخش شد مصداق بارز هنر اعتراض بود حتما بسیاری از شما میدونید از آقای شاهین نجفی هم اکنون آقای شاهین نجفی تلفنی از آلمان روی خط با ماست شاهین نجفی ترانه سرا نوازنده گیتار و خواننده 29 ساله ایرانی که در کارهاش آمیزه ای از اعتراض به حکومت دینی فقر زن ستیزی اعتیاد و سانسور رو به روشنی میشه دید. درود بر شما شاهین نجفی. میکنم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان محترمتون. آقای نجفی، رپ اعتراض رو از کی و چرا شروع کردید؟ خدمتون عرض شود که من پیش از اینکه رپ رو به این صورت آغاز بکنم با شعر شروع کردم و از 15-16 سالگی شاید و خدمتون از شبت که اونقدی که من به مفهومی به نام هنر معترض اعتقاد دارم بر ترتیب رپ اعتراض یکی از شاخه هاش هست و باید بگم که بعد از نوجوانی من این کار رو شروع کردم اما رپ رو اختصاصا شاید نسبت حرفی 4 سالی که من دارم کار میکنم و از موقعی که از ایران خارج شدم. استنباطی که بنده از کارها دارم آقای نجفی کارهاتون رو امروز دیدم معتقدم که فراتر از اعتراض هست در بخشی از کاراتون یعنی یک نوع اسیان دیده میشه معتقدید که میتونید آیا با رپ اعتراض تغییری ایجاد بکنید؟ من دقیقا به این مسئله اعتقاد دارم و باید عرض کنم که من هم عقیده با شاملوی بزرگ هستم در این زمینه و معتقدم که تنها چیزی که فکر میکنم جهان آینده رو و آینده جهان رو میتونه تغییر درش ایجاد بکنه تنها و تنها هنر و فرهنگ هست و به غیر از این اصلا چیزی به جز این برای انسان وجود نداره و نخواهد داشت و خدمتتون عرض شود که در رابطه با هنر و اختصاصا رپ هم به همین ترتیبه وقتی که ما یک آهنگ رو به صلاح درست میکنیم یک ترانه رو مینویسیم این رو به صورت فایل صوتی به دست مردم میرسونیم وقتی یک جوان یک دختر جوان یک پسر جوان این ترانه رو گوش میکنه درش تاثیر میذاره و براش سوال ایجاد میشه این پیش زمینه برای تغییر یک انسان
و تغییر یک انسان زمینه رو ایجاد خواهد کرد در آینده برای تغییر جهان به صورت کلی. جناب آقای نجفی درود بر شما. سوالی از خدمتتون داشتم، این که کارهای آخرتون چی هست یا کارهایی که در دست تهیه دارید چی هست، اگر که لطف کنید توضیحی هم در مورد کارهای جدیدتون بدید. من هم سلام عرض می‌کنم خانم کیانی. خدمتتون عرض شد که کاری که من در آینده در پیش دارم با چند تا از دوستانمون در آلمان، در کنار پخش و انتشار کارهای رپ که به صورت تراک در آینده همچنان همچون گذشته پخش و منتشر میشن، ما در پی این هستیم که یک گروه به اصطلاح درست کنیم و این گروه کارش هیچ ربطی به رپ نداره و ما کارهامون متمرکز هست روی کارهای راک، بلوز و راک اند رول که باز هم اونها در رابطه با موسیقی اعتراض هست. اما همونجوری که عرض کردم، موسیقی اعتراض برای من یک مفهوم خیلی گسترده‌ای داره، فقط مختص به مسائل سیاسی نیست، بلکه در مورد تمام مسائل یک انسان در جهان امروز خواهد بود که ما به ترتیب در این ترانه ها هم با سبکی دیگرگونه به این مسائل می‌پردازیم. متشکرم. متشکرم از شما آقای شاهین نجفی، بدرود در آلمان. خواهش می‌کنم. و اما اگر که موافق باشید، بله، اگر موافق باشید بریم راههای تماس رو برای بینندگان خودمون اعلام بکنیم و بعد برگردیم. موضوع رو میدونید، سوالی رو هم مطرح خواهیم کرد. بله حتما.